با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی شما عزیزان و همراهان IPW. نوید هستم، دانش ملقب به قصاب، و خیلی خوشحالم که تو برنامه‌تون حضور پیدا می‌کنم. خب یک سری سوال پرسیده بودید از بنده و آماده پاسخگویی هستم خدمتتون. سوال اول، از کی شروع کردی؟ حالا اومدم به کشتی کچ. اواسط یا اواخر سال 95 بود که من از طریق یکی از دوستام متوجه شدم تو ایران کشتی‌کج وجود داره. خیلی برام جالب بود و حتی تو رشت باشگاهش هست. اصلا دیگه من ترکیدم اون لحظه. خلاصه ما رفتیم و شروع کردیم و در نهایت ادامه دادیم و الان در خدمت شماییم. سوال دوم، از کی رسلینگ رو دنبال میکنیم؟ خب خیلی برام جالب بود. تو کودکی ما خب رسلینگ حالا شوی برنامه‌ای بود که خیلی خیلی هیجان بالایی داشت. خب یعنی اون هیجان و زیبایی منحصر به فردش ما رو جذب کرد. حالا تو سن پایینی هم بودیم، ما رو جذب کرد. حالا ما هر شب نگاه میکردیم، دیگه برامون عادت شده بود. هر شب سر یه تایمی مشغول دیدن کشتی‌کج بودیم. حالا تا گذشت سنمون رفت بالا و حالا خودمون شروع کردیم کشتی‌کج. سوال بعدی، چند سالته؟ من متولد 22 خرداد 80 هستم. الان 21 سالمه و حدودا الان از 95 6-7 سالی میشه دارم کار میکنم. سوال بعدی، چرا قصاب؟ این سوال دوست داشتم. خب بیشتر هر کسی یه خلق و خویی داره. داشتیم کار میکردیم با یکی از دوستامون، حالا چورین بود، داشتیم کار میکردیم، حالا ضربات داشتیم میزنیم و هم دیگه، حالا یهو گفتش آقا به استایل و هیکلی که داری میخوره مثلا قصاب، به حرکاتی که میزنی، اون چهره عصبی، اون حرکاتی که داری، اون اکتایی که داری، یه آدم منفور و عصبی میخوره، حالا به قصاب خیلی میخوره. حالا بوچه ما خوش اومد کدری از این لقب که ما اوکی این کارو کردیم، حالا شدیم قصاب و از اون موقع هم حالا داریم کار میکنیم با این کاراکتر. سوال بعدی، چرا اینقدر منفی؟ خب مسلما من نمیتونم منفی باشم، ولی از چیزی خوشم نیاد 100% بهش واکنش نشون میدم. مخصوصا به چیزای خوب واکنش نشون میدم، خیلی مقدار مخالفم باشم. سوال بعدی، با کی دوست داری تیم بشی؟ با این سوال هم من خیلی دوست دارم، با خیلی خیلی خوبم بچه، خیلی مثل دارک نایت. حالا اون شخصیت خاکستری بودنش خیلی جذابه، خیلی خوبه، من واقعا باش ارتباط برقرار میکنم. یا مثلا شوخ طبیعی‌های حالا خیلی منفی بودن میتی تومان، خیلی خوبه این بشر، این اصلا فوق‌العاده است. این شوخی هایی میکنه که بازش عصبی بشه حتی وقتی داری مسابقه شو میبینی. خب یعنی اون حس رو منتقل میکنه، عالیه این بشر، شخص فوق‌العاده است. با کی دوست داری درگیری داشته باشی؟ نه مثلا سوال هایی نوشین که من واقعا سوال هایی دوست دارم. خب 100% پهلوان رضا، چون اون میدونی چیه، یه بخش هر داستانی، حالا هر داستانی که اون شنیدیم میشناسیم، یه بخش خوب داره یه بخش بد. اون بخش خوب ماجرا هست و من همیشه اون بخش خوبش مشکل دارم. ولی هر کسی میخواد باشه، آره مثلا تیر دست ما پهلوان رضاست، به خاطر همینه دوست دارم باش همیشه درگیری داشته باشم. سوال بعدی، در مورد کاراکتر. خب خیلی چیزا میشه بهش گفت، یه شخصیت عصبی که دوست داره آسیب برسونه، از طریق ضربه زدن و حسش رو منتقل کنه. خب مسلما ما میریم تورینگ، خیلی قضیه فرق میکنه. خب ما تو حالا کاراکتری که داریم فرو میریم، یعنی ما همون کاراکتر هستیم در اون زندگی، حالا تو اون که هستیم دقیقا همون کاراکتری ما. خب یعنی داریم ادای کسی رو در نمیاریم، خیلی جالبه برام و من تو اون میتونم خودم باشم. خیلی خوبه این قضیه که من میتونم خودم باشم، کارهایی که دوست دارم بکنم، هر کاری که دوست دارم بزنم. به خاطر همین قصاب کلن خیلی برام جالبه، یعنی من هر روز چیز جدید ازش یاد میگیرم، خیلی خوبه واقعا. من مثلا خب یک سری سوال هم هستش، حالا همیشه داریم میپرسیم که مثلا کشتی‌کج الکیه و فلان. نه اصلا
سوالای جالبی نیستش. برای مثلا شما از بالای یه صندلی اصلا نیمکت بیفتی پایین، خب بدنت درد میگیره. چجوری یه کسی از 18 متر میفته پایین و چیزیش نمیشه؟ متوجهی؟ خب حتما یه فنونی داره، یه اصولی داره. اون اصول رعایت بشه، آره اوکی، ضربه وارد میشه، ضربه مشت وارد میشه، حالا بستگی به درصدش داره، ضربه مشتش وارد میشه، ضربه پاش وارد میشه. تکنیکایی که میزنیم، شما همون تکنیک رو زمین بزنید آسیب میبینید مسلما اگه افتشو بلد نباشید. خب هر چیزی میگم اصول داره، این اصول رعایت بشه کاملا این مشکل حل میشه. و حالا سوال پرسیدین در مورد ریش عمل کجا پیش اومد این موضوع. خب این ریش عمل، خب من کرکتر قصاب بوده شکل میگیره سال انتخاب کردیم، لباس سال انتخاب کردیم، چی بپوشیم چی نپوشیم اینا رو انتخاب کردیم. بعد دیدیم آقا پول ریش من بزنم، پول ریش عادی، همه ریش میذارن، همه دارن ریش میذارن، ما چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ دیدیم آقا بیایم این عینه مدل قدیمی هارلی دیوینسون بازار، بیایم این قسمت حالا چونه ریش رو بزنیم، حالا سیبیلینا رو بذاریم. خیلی خوب شد، خیلی واقعا عالی بود اون لحظه برام، اصلا اون شخصیت شکل گرفت، یعنی یه جورایی با اونیش خیلی کاملتر شد اونیش، میام اونیش خیلی کاملتر شد اون کرکتر و خیلی برام جالب بود این قضیه. و اینکه خوشحال شدم با تون هم صحبت شدم و سوال ها رو پرسیدم و من جواب دادم، خیلی خوشحال شدم از این موضوع و خیلی خوشحالم تو این برنامه حضور پیدا کردم. ممنونم از شما، ممنون که منو به این برنامه راه دادید و بهتون پیشنهاد میکنم حتما حمایت کنید، دنبال کنید حالا پیپر ویو ها و و و و حالا داستانایی که داریم پشت سرش، حتما دنبال کنید. واقعا همه دارن زحمت میکشن پشت این سیستم. سعی کنیم حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که یه لایک کنیم پستو، یه سیو کنیم و و خیلی کارهای دیگه، حتی انرژی مثبت بفرستیم. خب ما تو ایران چون داریم کار میکنیم، چی بگم چی جو بگم، ما امکانات لازم رو نداریم ولی بازم داریم با جنوی دل کار میکنیم. خیلی خوبه که حتی بتونیم یه انرژی مثبت به هم دیگه بدیم، یه کامنت خوب، من نمیگم انتقاد نباشه، انتقاد باشه ولی یه کامنت خوبم باشه، بچه ها رویه میگیرن، مطمئنن قوی تر کار میکنن، خیلی قوی تر. ممنونم که به صحبت های من گوش دادیم. خدا نگهدار.